خوش اومدیم به بخش دوم برنامه به بخش نفس گرفت بگه سوم برنامه آخر دومی اینقدر خوش گذشت دادم رفت عجب آدمی خوبی خانم آقا آره می‌خواستم بیام بخورم آره غذا خوشمزه خیلی خوبی بود واقعا درد نکنه و برنامه آشپزی رو معمولا همه خیلی براشون جالبه همه دوست دارن نگاه کنن بعد وقتی هم که نگاه می‌کنه فکر خیلی آسونه بعد یه خورده خودش شروع میکنه فکر میکنه خیلی سخته در سر که آسونه. نه خوبه اما بریم سراغ خودمون چون غذای خوبم دوباره برای افسردگی خیلی خوبه ها چون انسان <applause> افسرده کم اشتها میشه و یا پر اشتها میشه و خود این غذا اصلا طرز غذا هم تو که خودش گفت وقتی که لوکسش میکنی مقدارش کمتره و اگه با چنگال هم بخوریم تعداد کمتری رو ما غذا میرز به نظر زیاد میاد دست زیاد میره تو دهن ولی از نظر سایکولوژیکلی داره میگه تو زیاد داری میخوری اینم برای کسانی که میخوان رژیم بگیرن خیلی مهمه بشخوابشون هم اون وسط وسط بذارن بعد پخشش کنن زیاد توی بشخوابشون یه جوری خوشون گل میزنن آره آره, خب <تص> اما افسردگی و دارو هفته پیش که ما در مورد افسردگی والدین که چه تاثیری بر رو فرزندان میذاره قوقا بود واقعا مردم هوار زدن از این درد ولی خب متاسفانه وقت اون کم بود اما سوال دیگه ای که مطرح کردیم و اضافهشم هم حالا همون مسئله هنوز هست مسئله دارو درمانی ما یه مصیبت بزرگ فرهنگی داریم که دائما میگن دارو بده دارو بده دارو نخوریم معمولا برای داروهای فیزیکی مردم راحت تر میرن سراغش استفاده میکنن ولی دو برای داروهای روانی و مشکلات روحی روانی مردم معمولا مشکل دارن باش میترسن اولا به خاطر اینکه فرهنگی اگه بگیم فکر میکنن خب هنوزم فکر میکنن اگه دیوونه باشم بعد برم دارو بخورم در ساعت که الان دیگه اصلا ربط نداره به دیوانگی پنجاه سال پیش داروها خیلی متفاوت بود چهل سال پیش داروها متفاوت بود اعتیاد آور بود زیان آور بود اما از سه دهه قبل به این ور داروها خیلی این SSRI این داروها برای افسردگی و استرابه و ادیکشن و یا اعتیادش خیلی خیلی خفیفتر و کمتره و تعداد مختلف مشابه درست کردن که اگر احیانا برای تو نوعی یا برای من نوعی سازگار نبود بتونن تغییرش بدن این از نظر علمی دارن تمام تلاششون رو میکنن که بی اثرتر و به کمتر و کمتر داشته باشه این خیلی خوبه خانم بابک آدم بفهمه بخاطر خیلی, خیلی ها واقعا همون تصوری که شما میگین دارن نسبت به بدن خیلی برامون نوشته بودن <applause> اولا من یه دنیا ممنونم از تو که سوالو که میذاری عکسم میذاری این خیلی <applause> کار ظریف و قشنگی میکنی خیلی ها نوشته بودن که وقتی که ما اگر اگه بخوریم متاد میشیم اطرافیانم میگن نخوری یا دیوونت میکنه بدتر دیوونت میکنه و این حرفای خال زنکی غیر علمی من نوعی رو بیشتر میترسونه و باعث میشه که دار مثلا یه نفر نوشته بود که شدیدن احتیاج برادرم شدیدن احتیاج به دارو درمانی داره همه میگن نخور خودش میترسه بارها دست به خودکشی زد خیلی جدایی از اون اعتیادی که به اون قرصه پیدا میکنه اونم خودش خیلی ترسناکه ببین اعتیاد نمیارن همین که گفتم دهه 50 سال پیش اعتیاد آور بود الان 40 نبید. سال پیش الان اعتیاد آور نیست حسنش اینه دار... معمولا داروهای SSRI آی نیستش ببین ما انواع مختلف بیماری های روانی داریم دیگه ما سایکوپت ها متفاوت داروهاشون برای افسردگی و استراب داروهای SSRI آی الان بهشون داده میشه که اینا اتیاد آور نیست عواقب خیلی خفیفی در ابتدا ممکنه داشته باشه ببین مثلا دهن خوش میشه سرگیجه میاد احساس میکنه آدم وای حوصله ندارم از جان بلند شم. وای که چقدر خوابم میاد من زن و بچه دارم شوهر بچه دارم نمیخوام برم سر کار یا درس دارم من که نمیتونم اینجوری تمرکز داشته باشم بین سه تا هشت هفته طول میکشه اما متاسفانه متاسفانه بعضی از دکترها راهنمایی کامل آ، آ، اندازه کافی نمیدن به مریضاشون و این راهنمایی خیلی دو دقیقه سه دقیقه ای میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی بیمارش ولی چون نمیدونه میره داروش رو میخوره حالش بدتر میشه حالت مختلف بهش دست میده میترسه به دیگری هم میگه میگه وای و نکن یا به درد نمیخوره و بعد بدون اینکه به دکترش بگه داروشو قطع میکنه اولا یادمون باشه هرگز اگر روی دارو درمانی هستیم هرگز رو این داروها هرگز نباید یه دفعه قطع کنیم میتونه خیلی خطرناک باشه ببین افسردگی استرا و همه مشکلات های روانی کمیکال مغز و هورموناست که به هم ریخته است از بلنس و تعادل خارج شده است و داروها کمک میکنن که بلنس و تعادل بدن و زمانی که من دارو میخورم در ابتدایش ممکنه حال روزم خوب نشه زمان به خودم بدم این قرص انقدر رو انقدر نجنگیم باش ببین وقتی که من عمل قلب دارم یا بیماری قلب دارم میرم عمل میکنم نمیتونم بگم وای چرا برم عمل کنم خب اگه دارم عمل کنم سکته میکنم میمیرم بیماری, بیماری های روانی دقیقا به همون اندازه بیماری جسمی اهمیت داره اگر اهمیت ندیم بیماری جسمی در کنارش میاد پس حواستمون باشه ادامه بدیم دارو رو ادامه بدیم تا, تا ببینیم حالمون بهتر و بهتر داره میشه اما از نظر روانی از نظر روانشناسی من اگر دارو رو که اینجوری دارم میذارم دهنم بگم و الان سرطان نگیرم و الان مریض نشم و الان معتاد نشم من دارم پس میزنم دارو رو روانی دارم دارو رو پس میزنم بدن منم نمیتونه قبول کنه یعنی ذهن و مایند و ضمیر و ذهن ما بسیار قویه بسیار قدرتمند. قرارم نباشه مریض بشه مریض میشی. دقیقاً. وقتی من این قرص رو میذارم با، با،, با, با, اون حس مثبت نگاه کنم که این دارو میتونه بهترم کنه دکترم من به من گفت برای 6 هفته تا 8 هفته هم تازه باید سب کنم هی hey, به خودم اینو بگم اگه چهار تا در داغون رو حرف منفی زدن من, من گوش نکنم به حرفشون <تصح dopamine> کاری که متخصص گفته رو گوش کنم متخصص آخه رفتیم زحمت کشیدیم بعد حرف چهار تا کسانی که میدونی که ما همه هم به هم, هم تجویز میدن همه یه پا دکتر همه این ما اصلا اما احترام بذارم برای خودم و برای متخصصی که سراغش رفتم و بعد اگر احیانا احساس که هم حالم بدتر شده با خود همون دکتر صحبت کنم خانم بابک ما سه دقیقه وقته وای <تصح> شدیدن استراب افسوس <تصح> چی کار کنیم خیلی کار داریم ببین من میخوام در مورد داروهای پست تروماتیک استرس دیسوردر و داروهای شیزوفرنیا اینا اینا متفاوتن با داروی افسردگی پس خیلی سریع صحبت کنیم پس با دارو نجنگم، دارو رو استفاده بکنم و بعد برم سراغ بعدی نوشته بودن که من اگر دارو رو ول نخو... کردم مامانم بهتر شد، یه نفر نوشته بود اما برادرم خیلی حالش بدتر شده دارو مذارد میخوام چه روما... استرسی ما دادیم به شما؟ <تصفح> <تصفح> تاثیرات مختلف <مطمخ> داره <تصفح> ممکنه که روی تو سریع تاثیر بذاره، روی من دیرتر تاثیر بذاره بعدشم اگر من روی دارو داره تاثیر میذاره خبر خوب اینه که دارو داره خود داره کار میکنه اگر تاثیر نمیذاره ممکنه که از داره روانی من دارم میجنگم باشه پس با دارو نجنگم از پرست پزشک که متخصصم سوال کنم خجالت نکشم هر مشکلی دارم در مورد دارو سوال کنم تمنای من ازتون اینه که نگین از ایران مخصوصا که این ورستن یا تو خود ایران من داره افسردگی دارم بهت میدم من آنتی بیوتیک دارم بهت میدم از این داروی قرص خواب الان اینور اولا اینجوری که من متوجه شدم دکترای ایرانی داروها رو زیاد میدن دکترای ور کمتر دارو میدن دکتر اینور آنتی به این سادگی نمیده اما اونور فوراً تو رو سرنگ وصل میکنن سرم وصل میکنن آنتی هم یکم بیشتر از یک وقت داری آها آره خب خب لطفاً از هیچکس دارو نگیری تمنای من ازتون اینه که اگر رفتین متخصص و روانشناس و روانپزشک تو ایران دیدین وقتی میایین اینجا با جی پی تون صحبت کنین به جی پی تون نشون بدین که چه دارویی دارین میخورین برای اینکه ممکنه تجدید نظر بشه در این مورد بعضی وقتا سوء تفاهم میشه توی تشخیص بیماری اینا مسائل خیلی جدیه که من متاسفانه وقت نداریم کیسای خودم رو بگم خیلی جدیه که ما خودمون سر خود دارو نخوریم. اگر پز... از پزشک میدونی که پزشکان اینجا به درد نمیخورن. پزشک اونور میگه پزشک اونور به درد نمیخوره. هر کدوم ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم اما از هیچکس دارو نگیریم آنتی بیوتیک خیلی وقتا اصلا تاثیر نداره فقط بدن رو ضعیفتر و ضعیفتر میکنه به همین دلیل که دنیای غرب آنتی نمیده پس احترام بذاریم برای این قضیه صبر کنیم ما سرما میخوریم میگه گلوده چک کرده آنتی بایتیک. در ساعتی که یه مثال هستش میگه اگه سرما میخوری یه هفته اگه نری دکتر یه هفته به دکتر هفت روز خیلی <applause> بعد بحث رو ادامه بدیم تا هفته آینده آره ادامه بدیم و بعد و بعد بحث بعدی رو ادامه بدیم و سوال بعدی اینه که آیا فکر می‌کنین بچه‌هاتون توی خونه دخ... کودک و نوجوانتون یا جوونتون افسردگی داره یا خودت به عنوان نوجوان و جوان و جوون این احساسات داری برای ما بنویس برای اینکه میخوام در مورد افسردگی کودک ها و نوجوانان صحبت خیلی هم خیلی ممنونم این اصلا راحت بکشیم حالا من نمیخوام کنم <تصفح> 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 مرسی <تصفح> خیلی ممنون که با ما بودین ممنون از شما عزیزم که با ما بودین فقط قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنین خیلی کوچیک